برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. تولیت آستان مقدس عباسی بعد از ظهر شنبه 11 تیر ماه 1401 پرچم عید قدیر خم که عبارت من کنت مولا فهادا علی مولا بر روی آن نقش بسته بود از هیئت آستان قدس علوی تحویل گرفت. همزمان با فرارسیدن ایام عید سعید قربان، تولیت حرم مطهر علوی اهدای پرچم عید قدیر را به تعدادی از عتبات مقدسه و برخی از استانها و شهرهای عراق آغاز کرده است. نمایشگاه بافت پرده کعبه در شهر مکه مکرمه برپا شده تا علاقمندان بتوانند از نزدیک با نحوه و شیوه بافت پرده خانه خدا آشنا کنند. در این نمایشگاه حجاج ضمن آشنایی با هنر بافت پرده کعبه، خط و شیوه های بافت کلمات و نقوش بر آن برای نخستین بار بخش مختصری از این هنر را از نزدیک مشاهده کردند. ویدیویی در فضای مجازی منتشر شده که در آن سنی‌های تندروی طالبان را در حالت شادی و پخش موسیقی در مسجد شیعیان در ولسخابی برخواب ولایت سرپل نشان می‌دهد. این اقدام بدون شک به منزله توهین به مقدسات دینی و توهین به شیعیان است. شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی، ائتلاف جهانی مسجد در دفاع از اسلام و دبیرخانه مجمع علمای آسیا در نامه مشترک از راه اندازی کمپینی بین‌المللی با هدف مقابله با اسلام حراسی خبر دادند. در این نامه هدف از راه اندازی این کمپین رسیدگی به روند تلاش‌های آشکار توسط بخش‌های مختلف برای مقابله با گسترش و ترویج جنایت‌های نفرت انگیز و تجاوزات علیه مسلمانان در سطح جهان عنوان شده است. مرحله نهم از کمک‌های مؤسسه امام هادی علیه السلام از مراکز و مؤسسه‌های مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى سید صادق حسین شیرازی دامظله در شهر کابل پایتخت کشور افغانستان توزیع شد. این بخش از کمک‌های نیکوکارانه که شامل مواد بهداشتی می‌شد برای بیش از 120 کارگر خانم از خانواده‌های ایتام و نیازمند این شهر توزیع گردید. سنی‌های تندروی داعش با انتشار یادداشتی در رسانه رسمی خود برای حمله به زندان‌ها در عربستان سعودی به دلیل شکنجه زندانیان دعوت کردند. در یادداشت آمده مسلمانان در سرزمین حرمین شریفین باید بدانند که برادرانشان در زندان‌های آل سعود منتظر کمک آنها هستند تا آنها را از عذاب اسارت رها کنند. هیئت وزیران عراق 1.5 میلیارد دینار عراقی برای حمایت از خدمات ارائه شده به زائران در شهر مقدس کربلا اختصاص می‌دهد. در تصمیماتی که پس از جلسه هیئت دولت صادر شده آمده، بر اساس مصوبه هیئت وزیران برای حمایت از خدمات رسانی به زائران، مبلغ 1.5 میلیارد دینار به استانداری کربلا اختصاص داده شده است. شیخ علی بداره رهبر مذهبی شیعیان بورکینافاسو که به شهر مقدس مشهد سفر کرده به زیارت حرم مطهر امام رضا علیه السلام رفته و طی اظهاراتی گفت 60% جمعیت بورکینافاسو مسلمان و درصدی از آنها از پیروان اهل بیت علیهم السلام هستند. وی افزود شیعیان در انجام مناسک دینی خود مشکلی ندارند و خوشبختانه دولت هیچ محدودیتی برای انجام مناسک دینی قائل نیست، اما تنها مشکل امروز شیعیان بورکینافاسو آزار و اذیت و اتهام‌های واهی است که وهابی‌ها علیه شیعیان مطرح می‌کنند.